سلام دوستان به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید در این ویدیو میخواهیم در مورد مواد غذایی موزر که بعد از سن پنجاه سالگی نباید مصرف بشن ویدیوی تحقیقی و علمی براتون تهیه کرده ایم تغذیه سالم بعد از پنجاه سالگی نیاز به تلاش و اراده قوی داره اما به معنای خداحافظی با مواد غذایی مورد علاقتون نیست بعد از 50 سالگی این تغییرات یعنی مصرف بیشتر غذاهای مفید مانند انواع توتها، سبزیجات برگدار، غلات کامل و در این حال حذف غذاهایی که رگهای شما را از بین میبره و یا غذاهایی که به راحتی دور کمر شما را بزرگ میکنه باید مصرف این مواد غذایی رو محدود کرد شماره یک غذاهای سرخ شده هستند که کالری رو سه برابر میکنند از دید متخصصان تغذیه و رژیم غذای گیاهی همیشه توصیه شده که قبل از خوردن غذاهای سرخ شده کمی مکس کنید تا روغنی رو تصور کنید که در سبد سیب زمینی سرخ کرده یا حلقه های پیاز قوتور شدند فکر کنید که چگونه چربی اشباه شده اون ممکنه تأثیر منفی بر کلسترول خون داشته باشه در این مورد سه دیدگاه متخصصان رو مرور میکنیم کریستیان روزبلوم متخصص تغذیه در این باره میگه از اونجایی که سرخ کردن کالری غذاها رو سه برابر افزایش میده باید سعی کنید بر روی دستگاه هایی که با سرخ کردن باد کار میکنند استفاده کنید همینطور دکتر آلیشا اینز دانشیار پزشکی و مدیر تحقیقات مراقبت های انتقالی در دانشگاه پزشکی جانز هاپکینز در این باره میگه چربی های خودتون رو برای شام ذخیره کنید و از مصرف اونها در صبحانه و نهار خودداری کنید همینطور سومین متخصص دکتر توماس لوبس متخصص طب سالمندی میگوید سعی کنید بیشتر غذاهای کبابی بخورید نه سرخ کرده نکته اصلی اینه که به جای سیب زمینی سرخ کرده در رستوران سعی کنید سالاد میل کنید نانسی فار آلن سخنگوی اکادمیک تغذیه و رژیم غذایی در این باره میگه وقتی به برچسب ها نگاه می کنید، در نظر داشته باشید که یک وعده غذایی 200 کالری نباید بیش از دو گرم چربی اشباه داشته باشه. شماره دو نوشیدنی های قندی از جمله بیشتر چای هایی هستند که به آنها قند افزوده شده. نوشابه ها تنها دشمن ما نیستند بلکه چای هایی که در بطری پر شدند و همینطور قهوه های فانتزی و لیمونت های تازه همگی میتونند با قند های زیادی پر شده باشند برای مثال چای لاته 16 اونسی در ستارباکس که یکی از محبوب ترین نوشیدنی هاست اما دارای چنی هاست اما دارای 42 گرم شکره یعنی حدود 12 قاشق چای خوری همیشه برچسب نوشیدنی های بوتی خودتون رو بخونید چون برخی از برچسب ها گمراه کننده هستند یک متخصص تغذیه در این باره میگه فقط به این دلیل که بر روی نوشیدنی های قید شده یا چای سبز یا اصل قید شده به این معنا نیست که قند کمتری دارند چون محصولاتی که از نیشکر ارگانیک، شکر نارگیل، یا شکر خام استفاده می کنند شکر محسوب میشه یک مطالعه دیگه در سال 2022 که توسط دانشگاه کارولینای جنوبی برای بیش از 90 هزار زن انجام شد نشان داد کسانی که حداقل یک نوشیدنی شیرین در روز می نوشیدند 78 درصد بیشتر از کسانی که کمتر از سه وعده در ماه نوشیدنی مصرف می کردند در مرز خطر ابتلا به سرطان کبد چرب بودند. شما قندهای پنهان هستند قندهای پنهان رو می توان در سس های ماکارونی ماست گرانولا بسته های جوی دوسر فوری و غلات صبحانه یافت اما چرا این شکر برای افراد موسن بسیار مضر مسلما قند اضافی میتونه بر اندام های مانند لوزول معده و کبد فشار بیاره که میتونه سطح قند خون و تریگلیسرید خون رو افزایش بده و در نتیجه خطر ابتلا به بیماری کبد چرب رو بالا میبره. قندهایی که خطر ابتلا به بیماری قلبی عروقی و دیابت رو افزایش میده با افزایش سن میزان بروز و شیوع اون هم بیشتر میشه و در این مورد هست که باید کالری هایی مصرف کرد که دارای مواد مغذی باشه نه شکر بیشتر یادآور این که برچسب ها رو برای قندهای افزوده شده در غذاها بررسی کنید اما لازم نیست که در مورد قندهای طبیعی موجود در میوه شکر نگران باشید شماره چهار, چهار وعده های چهار غذایی فوری با سدیم بالا مثل پیتزا و غذاهای یخزد است 75 درصد از افراد بالای 60 سال فشار خون بالا دارند و حتی اگه دارو مصرف میکنند باید سعی بکنند که میزان سدیم مصرفی خودشون رو هم کاهش بدن اما از غذاهایی مانند غذاهای کنسرو شده پیتزا و غذاهای یخزده استفاده میکنید باید در نظر داشته باشید که همه این غذاها سرشار از نمک های مخفی هستند مسلما توقف مقدار زیاد نمک میتونه تفاوت زیادی رو در بدن ایجاد بکنه یک کارازمایی بالینی برای بررسی اثرات کاهش مصرف نمک در افراد مبتلا به نارسایی قلبی در مجله پزشکی منتشر شد و نتیجه نشان داد که کاهش سدیم منجر به بهبود علائمی مانند تورم، خستگی، سرفه و به طور کلی کیفیت زندگی رو بهتر کرد. همینطور یک متخصص در این مورد اظهار میکنه 75 درصد نمک موجود در رژیم غذایی ما از غذاهای فراوری شده به دست میاد نه از نمکدان پس در این مورد چه کاری میتونیم انجام بدیم این متخصص اشاره میکنه که یک راه آسان برای تشخیص غذاهای کم سدیم اینه که به دنبال غذاهایی بگردید که سدیم اونها 5 درصد یا کمتر از ارزش روزانه است هر غذایی که در محدوده 20 درصد سدیم باشه یک ماده غذایی با سدیم بالا محسوب میشه مرز احتیاد مصرف سدیم یا نمک بین 1500 تا 2300 میلیگرم گرم در روز میباشه شماره پنج تنقلات فوق فراوری شده می باشه. بیشتر غذاهایی که میخورید فرآوری فراوری شده است مگر اینکه یک سیبی رو از درخ بچینید و یا اینکه شیر خود رو مستقیما از گاو بدوشید موضوع مهم اینه که باید غذاهای فوق فراوری فرآوری شده رو از رژیم غذای خودتون خارج کنید غذاهای حداقل فراوری شده مانند سبزی های سبزیجات خرد شده و آجیل سالم تر هستند همینطور گوجه فرنگی های کنسپ شده و میوه و سبزیجات منجمد راهی عالی برای لذت بردن از محصولات غیر فراوری شده می اما بسیاری از غذاهای آماده و فراوری شده مانند کیک، چیپس، سس کچاپ، ماست شیرین شده و پیتزاهای یخ زده سرشور از رنگ خوراکی، سودیوم، مواد نگهدارنده و سایر افزودنی هاست که برای رازی نگه داشتن مصرف کنندگان اضافه میشه و این برای شما خوب نیست. از طرفی بسیاری از غذاهای فراوری شده فاقد فیب و مواد مغذی مانند پوتوسیوم یا منیزیوم هستند و از نظر کالری متراکم و دارای چربی و نمک زیادی هستند. همینطور برخی از نگه ها مانند زیاد مزر هستند و منجر به پیری سلول ها میشه. در واقع مطالعه در بریتانیا که در اوایل سال جاری در مجله نورولوژی منتشر شد نشان داد که خوردن غذاهای فوق فراوری شده با خطر بالاتر زوال عقل در بیش از 72000 شرکت کننده 55 ساله به بالا مرتبط بود و یک مطالعه در برزیل بر روی بیش از 8000 بزرگسال میان سال نشان داد افرادی که بیش از 20 درصد کالری دریافتی روزانه اونها از غذاهای فراوری شده بوده طی چندین سال شاهد کاهش در حافظه و مهارت ذهنی بودند نکته مهم اینه که برچسب خانی رو به یک عادت تبدیل کنید و بهتره که در خانه آشپزی کنید. شماره 6 الکل متابولیسم بدن نسبت به الکل با افزایش سن تغییر میکنه و نسبت به جنبه های منفی اون باید حساس تر بشی الکل میتونه نقش الکل میتونه نقش خطر سقوط از یک کوه رو داشته باشه الکل میتونه با داروهایی مصرف بشه که با افزایش سن تداخل پیدا میکنند و منجر به افزایش خطر کم آبی در بدن میشه الکل به بسیاری از مشکلات سلامتی می انجامه جمله بیماری کبد، بیماری قلبی، بیماری کلیوی، آسیب عملکرد سیستم ایمنی بدن و بیماری های عصبی مانند زوال عقل میشه. یک مطالعه دانشگاه پنسیلوانیا روی 36 هزار بزرگ سال که اوایل سال جاری منتشر شد نشان داد که حتی مصرف متوسط الکل چند به یا یک لیوان شراب در هفته بدون توجه به سن شما با آسیب مغز مرتبطه. به یاد داشته باشید رژیم غذایی سالم خودتون رو پیچیده نکنید شاید با ترکیبی از غذاهای کامل ساده یک ترکیب عالی غذایی برای افراد بالای 50 سال باشه یک وعده غذایی ساده ساده و سالم باید از تمام مواد غذایی مثل پروتئین فیب و مواد مغذی گیایی تشکیل بشه که به شما در جلوگیری از بیماری ها و حفظ متابولیسم کمک میکنه. دوستان از شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید لطفا این ویدیو رو لایک کنید چون لایک کردن شما باعث میشه افراد بیشتر این ویدیو رو تماشا کنن همینطور عضو کانال ما بشید و گزینه زنگوله رو هم فعال کنید تا اولین کسی باشید که ویدیوهای ما رو دریافت و تماشا میکنید امیدواریم که همیشه شاد و سرافراز باشید